همونطور که در گزارش ها دیدیم میبینیم که اعتراض ها در مدارس دخترانه در نقاط مختلف ایران گسترده تر شده. ارزیابی شما از ادامه اعتراض ها و گسترده تر شدنش چیه؟ من فکر میکنم از همون شروع حرکت های اعتراضی در اواخر شهریور برحال این جنبش اسم جنبش جوانان و دهه 80 به خودش گرفت و بنابراین و مسئله زنان و دختران هم در مرکزش قرار داشت. در نتیجه این دو ویژگی مهم، یعنی مربوط به جوانا بودن از یه طرف و از طرف دیگر زنانه بودن و خواستهای زنان در مرکز این جنبش، سبب شد که به محض باز شدن مدارس و دانشگاه ما شاهد پیوستن گسترده نسل جوانی که در این دو در واقع نهاد هستن باشیم. توجه کنید که ما 6 میلیون دانش آموز دبیرستانی داریم و 3 میلیون دانشجو، بنابراین یه نیروی اجتماعی بسیار عظیمیه که امروز در مرکز جنبش قرار داره. خواستای اساسی که مطرح میکنه در ارتباط با عدم تبعیض، آزادی‌های مدنی، در واقع یک جامعه باز، همه اینها خواستهای نسلی هستند که دیگه نمیخوان مانند نسلهای گذشته به نسل سوخته تبدیل بشن و با جرأت و شهامت اجتماعی بی‌نظیری به میدان اومدن. خب در کنار دانش آموزان دختر میبینیم دانش آموزان پسر که اونها هم دارن اعتراض میکنن، همراه شدن با دختران و همینطور میخوان که تمام دانش آموزان و دانشجویانی که دستگیر شدن آزاد بشن. ارزیابی شما از حرکت اونها و این همراهی با دختران چیه؟ من فکر میکنم که در حقیقت همراهی پسرها هم به این دلیله که به هر حال این جنبش فراتر از اینی که زنان در مرکز جهت پیدا قرار داشتن یه موضوع در واقع غیر قابل انکار بود، ولی همزمان کل مسائل جوانان هم در جنبش مطرح میکنن. بنابراین بودن پسرها از یه طرف به این موضوع برمیگرده، به این که اصلا نسل جوان در واقع خواستهای خودش رو مطرح میکنه، ولی در این نسل جوان خب دخترها محرومیت ها و تبعیض های بسیار مهمتری رو زندگی میکردن و خیلی طبیعیه که مسائل اونا در مرکز بشه. ولی پیوستن پسران به این جنبش به نظر من به معنای این هست که ما یه نوع هوشیاری و وجدان جدید اجتماعی در مورد برابری های جنسیتی رو داریم الان تو ایران تجربه میکنیم که شاید در دهه‌های گذشته بی سابقه بوده. یعنی اگه دهه‌های گذشته مردها به هر حال توجه چندانی به تبعیض‌ها و محرومیت‌های زنانه تحمیل شده توسط یه حکومت دینی نداشتن، امروز مسائل زنان به بخشی از دموکراسی و خود دموکراسی و مسائل همه جامعه ایران تبدیل شده و از این زاویه باید گفت علت اینکه این جنبش تا این حد در دنیا با احترام ازش یاد میشه و تا این حد جای بزرگی باز کرده در افکار عمومی دنیا و به عنوان یکی از مهمترین جنبش‌های جوانان دهه‌های گذشته در همه دنیا، در حقیقت یکی از علتش هم همینه. متشکرم از توضیحات شما سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن از پاریس.